بدین در نه پی حشمت و جاه آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم. رهرو منزل عشقیم و ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. کوچ ایرانیان. بینندگان گرامی، با درود فراوان به شما و سپاس از توجه شما به برنامه کوچ ایرانیان. در این روزها که به بنبست انقلاب رسیده ایم، جا دارد که در آغاز یادی از شادروان دکتر شاپور بختیار بکنیم و ببینیم که آیا او میتوانست از این خروش مردمی در سال 1357 که منجر به انقلاب شد جلوگیری کند. و پس از دکتر بختیار می نشینیم پای صحبت دکتر ابوالحسن بنی صدر، اولین رئیس جمهور انقلاب اسلامی ایران. پس من آخرین سوال خودم رو مطرح میکنم آقای دکتر بختیار، و اون اینی که در نظر بگیرید که زمان برگرده به سال 57، یعنی همون دورانی که شما نخست وزیر بودید در ایران و خمینی قصد بازگشت داشت. اگر این دوباره تکرار بشه، سوال من اینه که آیا شما دوباره همون اعمال دموکراتیک رو انجام میدید که اون زمان انجام دادید، یا اینکه کار دیگه خواهید کرد؟ من معتقد هستم که آدم فرصت طلب و اپورتونیست با آدم اصولی همین فرق داره. یک اصولی است که باید در ایران پیاده بشه و اون دموکراسی است. نداشتن دموکراسی مردم را وادار کرد که به یه شیادی مثل خمینی گوش بدن. اگر به من هم فرصت داده بودند، به ما فرصت داده بودند، به مردم ایران آزادی حد اول داده بودند، کسی گوش به خمینی فرا نمی داد. مردم ایران به حساب نیامدند، یعنی رأی ملت، حتی الیت ملت، برگزیدگان ملت به حساب نمی آمد. از این جهت من با علم و اطلاع این که روزهای اول بسیار دشوار خواهد بود و خشونت شاید متاسفانه لازم باشه، ایران تکرار میکنم متاسفانه، ولی از همان روز اول باید قدمهای در جهت دموکراسی، یعنی شرکت دادن مردم در اداره مملکت داده بشه. هر کس این کار را عملاً، نمیخوام بگم اشخاصی که جنایتکار بودند در ایران و حالا همه سوسیال دموکرات شدند در خیابان شانزلیزه یا در هایت پارک لندن یا در همون طرفای لس آنجلس شما که متاسفانه همه اشخاصی اونجا هستند ایرانیان دموکراتی نیستند، حتی ضد دموکراسی هم هستند. داریم متاسفانه. در هر صورت اون چرا که بنده میخواستم عرض بکنم، اگر صد مرتبه من برگردم به ایران خدای نخواسته و عمرم میدارم 30 دفعه تکرار بشه، بنده باز خواهم گفت همونطوری که گالیله گفت هرچی میخواد بگید زمین میچرخه، خواهم گفت که دموکراسی تنها راه نجات ایرانه، هر قدر مشکل باشه، هر قدر دشوار باشه و هر قدر که ما ناپخته باشیم، ولی باید شروع کرد از یک روز و از یک جا. و این را من دارم که از کجا شروع کنم. هیچ لزومی نداره که روز اول ما انتخابات آزاد سراسری ایران هم محال کنم. بچه که نباید باشه، نه، ولی میشه دهات را آزاد گذاشت که کت خدا داشته باشن، که سازمان امنیت نیاد بگه فرمودن ایشون هم حاج من جعفر یا حاج من باقر، هر کی میخواد باشه باشه، به من و شما چه تأثیری داری که این باشه یا او باشه. بایستی به مردم آزادی بیان داد، اما باز آزادی کلاشینکوف خیر، آزادی کوکتل مولوتوف خیر، آزادی ساختن بمب خیر، آزادی بیان، آزادی تشکیلات سیاسی در چارچوب قانون. یعنی این کارو باید کرد و این عمل اگر نشه دوباره در اختفاست و همون بازیه که پیدا شد. یه دهی که مأیوس شدند وقتی که این درها همه بسته شد و این دود توی اتاق پیچید، شما از پنجره خودتون بیرون میاندازید.
پس معتقد به این نیستید که اگر خلاف اون شما انجام داده بودید پیشگیری میشد از اینکه ملایان قدرت رو به دست بگیرن؟ من تعجب میکنم، تمام دستگاه ایران، تمام فلج بود، تمام اعتصاب بود، تمام ارگانهای مملکت ما به حالتی در آمده بود که اصلا قابل تصور نیست برای شما بعد از 7 سال. فقط یه آدمی چهار کنم، شاید لغت را نتوانم به آسانی بگم، دل به دریازنی ممکن بود یه همچین مسئولیتی در اون جریانات قبول بکنه معاذ. و این رقم و عدد از همون روزنامه‌های تحت کنترل آخوندها هست. وقتی برای قانون اساسی ما شروع به تظاهرات کردیم، هفته اول 5,000 نفر بودیم، آخر همون ماه 150,000 نفر بودیم. و اگر خائنینی که بی‌طرفی ارتش را اعلان کردند و اکثرشون هم خیلی صحیح و سالم همون طرفای شما و این طرفای ما راه میرند، اگر اینها نبودند و این جریان ادامه پیدا میکرد، آخوند، گروه آخوند به طور کلی پشت میز مینشست و با دولتی که اون نقاط ضعف شریف امامی ها و غیره را نداشت مینشست به صحبت کردن. اون چرا که ملت ایران در مدت 25 سال خواسته بود و بهش ندادن، من شروع کردم و بهش دادم. دیگه این ایراد نیست. بنده هیچ قمارخانه را اداره نمی کردم که بعد بگم من بستم قمارخانه را. صریح و صدیق حرفی که 10 سال، 15 سال، 20 سال زده بودم باز تکرار کردم. و این عرض میکنم حضورتون که قدرت عظیمی که در یک آدم هست، ایمان اون آدم. اگر شما ایمان داشتید به قول معروف کوه را بلند میکنید، ولی اگر ایمان نداشته باشید هیچ به درد نمیخوره. امیدوارم که دوستان خارج از کشور ما، اقلا حالا که در داخل نمیتوانیم با تلویزیون باشون صحبت بکنیم، این را متوجه باشند که باز اگر من برگردم، مسئله دموکراسی اولین کار و تنها راه نجات ملت ایرانه. به حساب آوردن ملت در اداره کردن ملت، این معنای دموکراسی و تحمل عقیده مخالف. های دکتر بختی، خیلی متشکرم از اینکه وقتتون رو به من و تلویزیون ایرانی هم دادید. خیلی خیلی متشکرم که شما این فرصت را به بنده دادید که با هموطنان دور چند دقیقه صحبت کنید. خواهش می‌کنم. و اما چرا انقلاب ها به نتیجه نمی‌رسن؟ در اینجا می‌نشینیم پای صحبت دکتر ابوالحسن بنی صدر، اولین رئیس جمهور اسلامی که پس از یاری دادن به انقلاب در کشور ما به علت دید متفاوتی که از این تحول داشت مورد خشم رهبر انقلاب نیز قرار گرفت. با این برداشتی که شما دارید از موقعیت کنونی ایران که حتی دولت آقای روحانی ضعیف‌تر از خاتمی است، خب با یک بنبست ببینید، دقیقاً این سوال خیلی مهم و به جای است. اینها یک دروغی رو حالا بگم جدیده، نه قدیم هم هست این دروغ، همیشه این قدرت مدارها میگفتن و میقبولندن. دعوی این است که این رژیم قابل اصلاحه. حالا این آقای روحانی گفته من اعتدالگرا هستم، یعنی قابل تعدیله. خب دروغش کجاست؟ دروغش این است که قدرت نه قابل تهدید، نه محدود می شود، نه اصلاح می شود. دلیلش هم واضحه. ببینید، من و شما حالا بفرمایید دعوا کنیم، درست؟ در دعوا چی به کار میره؟ زور.
زور و هر کدوم از ما بنابر معلوماتی که داریم به علاوه معلومات ما و به علاوه فوت و فنی و یه ترکیبی از اینا درست میکنیم به کار میبریم. من که در مقابل شما بازنده هم به فنی حالا نه ممکن هم از در این زور از ماهی برنده هم میشیم. خیلی خوب، حالا این زور من و شما به عزت دهن به کار میبریم، درسته؟ خیلی تا وقتی ما در این رابطه هستیم اگر بخوایم محدود کنیم چجوری میشه؟ من باید بی حرکت تر بشم و شما هم باید بی حرکت تر بشه، درسته؟ اگر بخوایم برسونیم این محدودیت به صفر یعنی هر دو مجسمه بشیم، شدنی نیست. خب این مال تعدیلش. حالا میخوایم به اصطلاح اصلاحش کنیم، چجوری اصلاحش کنیم؟ یا باید شما تسلیم من بشید؟ بله درسته؟ یا من تسلیم شما بشم؟ اصلاح دیگه چیز دیگه نیست که آخر زور دیگه. زور اصلاحش چیه؟ این ترکیبی که گفتیم اصلاحش این است که شما یک کاری بکنید که بیشتر مؤثر باشه، کلک من زودتر بکنه یا به عکس. این میشه اصلاح. شما در ناصیه ولایت فقیه همچنین چیزی همینه ببینید. دیگه این ولایت مطلقه فقیه یعنی زور. ببینید تعریف کردن این جامعه شناسان، فیلسوفان، اقتصاددانها تعریف میکنن قدرت تازه با صفت دموکراتیک. قدرت دموکراتیک یعنی همه در برابر یک نفر. مثلا یک کسی قتلی مرتکب میشود همه یعنی جامعه. داستان به نمایندگی جامعه اون قاتل رو تحت تعقیب قضایی قرار میده، دادگاه به نام اون ملت این رو محکوم میکنه. همه میشه اون قدرت دموکراتیک اعمال میشود در این قاتل که میره زندان. زور به عکس یکی در برابر همه. ولایت مطلقه فقیه مصداق زوره، یعنی این آقا اختیار مطلق دارد بر جان و مال و ناموس و مردم بنابر تعریف ولایت مطلقه فقیه. دقیقاً. پس زوره. گفتم زور رو اصلاحش به حذف بشه. چون نه محدودیت میپذیره، چون محدود بشه یعنی نیست بشه. نه اصلاح میپذیره. چون رابطه هست دیگه. باید از اون رابطه بیرون آمد. بله اگر ما از دعوا بیرون بیاییم و همشیم رفیق اون وقت قضیه حل دیگه. دیگه نه اصلاحی لازم است نه تعدیلی. دو تا آدمیم روی حقوقی که داریم با هم رفاقت میکنیم. خب اون جامعه ایرانی هم همینه، بخواهد به اصطلاح تغییر بکنه باید از اون رابطه خارج بشه. اینکه انقلاب ها در دنیا رخ میده اون اکثریت بزرگ همچنان در موقعیت زیر سلطه میمونن، علتش این است که اون اکثریت از اون رابطه بیرون نمیاد. متاسفانه مجلس انقلاب ایران کرد که مثلا شاه رو مرخص کرد صحیح، اما از رابطه بیرون نیامد. یه اقلیت دوباره تراشید جای اون اقلیت حاکم گذاشت، حالا مسیرونه. باید از اون رابطه بیرون آمد. بله اگر از اون رابطه بیرون بیاد اون میشه جامعه آزاد، مردم میشون شهروند، حقوقمند و و و و که شما در ناصیه این ولایت فقیه همچین چیزی نمید. باید خودش منحل بکنه دیگه. کدوم قدرتی تا حالا در تاریخ شما دیدی که بیا بگه آقا من خود را منحل کردم؟ حالا تا از این که یه سرش هم به آسمان وصله. آره بله بیچاره آسمان. بیچاره آسمان. بله گفت که اون یارو گفت که خدا هم میتونه تعطیل کنه. بله. یعنی آذری قومی. گفت توحید هم میتونه تعطیل کنه. بله. آذرگان گفت والا این خدا رو معاف کنید تقلا. دقیقا. ولی واقعیت هم اینه که یه بنبست یادم میبینه. یعنی این زور آزمایی بین دولت و ولایت فقیه به هیچ وجه آدم راه حل این وسط نمیبینه. نداره که ببینه شما. من گفتم اینا علتی که در این دوره اصلاحات و دوره اینا بیشتر این ولایت مطلقه به واقعیت تبدیل شده فعلیت پیدا کرده این است که یک دلیلش این است که اینها برای اینکه در رژیم پذیرفته بشوند و همین موقعیتی که الان دارن بهشون داده بشوند آماده ترن برای اینکه
وسیله گسترش قلم روی مقام معظم رهبری بگردند، نه از راه اتفاق تو غرب هم اینطوره ها. الان این حزبایی که مال خود سرمایه داری هم اینا خب حسابشون روشنه، اونایی که بخوان به اصطلاح ساز مخالف بزنن و به حکومت راه پیدا کنند، نمیخوان راه پیدا کنن، بهشون میگن اقلیت های افراطی، اکسترم گوش، چپ افراطی، راست افراطی، اونایش اگه بخواد وارد حکومت بشه باید باش بده. خب باشش هم دادن، الان چپ های اروپایی همه هم بازار قبول کردن، هم سرمایه داری قبول کردن، کارفرما همه اینا رو الا اینکه میگن ما میخواهیم تعدیل بکنیم، در عمل خلافش از کار در آمده، غیر قابل تعدیل بوده، برای اینکه شما قدرت قانون خودش داره متمرکز میشه، بزرگ میشه. همین قرن، نیم قرن پیش، یعنی در 1950 بیشتر از نمونه، این حاصل کار تقسیم میشده 50-50 بین کار و سرمایه. الان که ما داریم حرف میزنیم 70 سرمایه میبره، 30 کار، پس تعدیلی نشده، به نفع او بیشتر رو داره میبره. نابرابری در سطح هر کشور و در هر سطح جهان چقدر اون پیکتی کتاب نوشت ندوین چه تو امریکا هم خیلی پرفروش شد و همین توضیح میده که این چگونه از قرن 18 به این طرف مرتب این نابرابری افزایش پیدا کرد، درصدش رفته بالاتر. اینم که اون نابرابری، پس در رابطه با قدرت تا وقتی شما در اون رابطه هستی، اون که قطب مسلطه مرتب بزرگ میشه و متمرکز میشه، قانون میشه، غیر از این قدرت نتونه متمرکز بشه، نتونه بزرگ بشه، منحل میشه. مثل زوریش که شما فرض کنید داری اما نتونی به کار ببری، این دوباره برمیگرده به حالت عادی دیگه، میشه نیرویی که بدنی که هست. تمام. در حال چه آینده ای رو شما پیش بینی میکنید با این اوصاف؟ ببینید یه وقت هست که مردم خود رو مسئول میشناسند و نمیخواهند در مدار و بسته بد و بدتر بمونند که گفتم این در اون رابطه موندن همین مرتب وضعیت بدتر میشود. یه وقت هست نه تصمیم میگیرن که از اون رابطه بیان بیرون. این بستگی به این داره که ببینید هر جامعه 4 تا وجدان داره، یه وجدان همگانی داره، یه وجدان اخلاقی داره، یه وجدان تاریخی داره، یه وجدان علمی داره. ما در حال حاضر کشور ما وجدان علمیش ضعیفه، به لحاظ اینکه اونایی که درس خوندن و چیز آموختن یا در رژیم جذبن در داخل و اونا چیزی که مخالف اون رژیم باشه به مردم نمیگوین، یا اینکه عرض کنم سانسور میشوند، برفرضم بخواهن بگوین کسی نمیشنود، یا ملاحظه کار شدن میگن والا طرف تو دانشگاه داره درس میگه من اونا 57 نفر یه نامه نوشتیم آقای احمدی نژاد چه بلاها سر ما آمد. حرف حساب کسی نمیخواد بشنوه، ما چرا به خودمون خود رو درد سر بیندازیم؟ این نتیجهش این شده که وجدان علمی جامعه ضعیف شده. برای اینکه یک جامعه حکومتی متناسب با رشد داشته باشه باید سطح دانشش بیا بالا، علم رو در زندگیش به کار ببره انسان ایرانی، این محتاج قوت گرفتن وجدان علمی است، این که ضعیفه. میاد وجدان اخلاقی. سابق که دوره شاه بود دین حالا متصدی اخلاق بود و معنویت بود و مقداری هم حالا دیگران اگر از حقوق بشر حرف میزدن دین نمیگفت نه. بله. آقای خمینی هم از حقوق بشر هم حرف میزد. حالا حالا اون دین آمده اصلا منکر هرچه حقوق بشره. تمام. حالا باید اون آقای شیخ صادق گفته که با این غربی ها بشین و هم گفتگو هم بکنیم رو رو برن. بله ولی خب در زمان گفته که اگر موافق نیستم به درک اون هم که گفته به درک. این پس اون وجدان اخلاقی محتواش چرکین شده در ایران امروز از بس این فساد گسترده شده.
دقیقاً فسادهای اخلاقی. اون آقای علی لاریجانی گفته 80% مردم گرفتار ناموسامانی ها هستن. فکر شما کنید یه جامعه 84% مردم گرفتار ناموسامانی باشن، بعضش معلومه وجدان اخلاقیش هست. باید اون خیلی از این آنتیبیوتیک های خیلی قوی باید زد که این مواد چرکین این وجدان رو بخوش کنه و این به جاش حقوق، حقوق انسان، حقوق شهروندی، حقوق ملی، حقوق ایران به عنوان عضوی از جامعه جهانی تزریق بشه، حقوق طبیعت، بلکه این انسان، انسان ایرانی ضابطه پیدا کنه برای کاراش. اونم که اینجوره تکلیفش. حالا میاد وجدان تاریخی. وجدان تاریخی هم که ایرانی ها یکی از قوی ترین مردم هن از این جهت، نه به لحاظی که این تاریخ هایی که در استبداد ها می سازن اینا دروغ نیستن، چرا اونا دروغ هن، اما خود تجربه زندگی دارن دیگه، نسل بعد نسل. اون وجدان تاریخی مقداری نگه داشته ایران، ولا این هر کشوری بود با این وضعیت حالا باید مدت ها پیش کلکش که بدتر از سوریه و اینا شده باشه. حق باشه صدام به وضوح میبینه. بله اون نگه داشته، اون ایرانیت، ویژگی های ایرانیت تو ذهن هر ایرانی هست. بله که اون وجدان تاریخی. حالا وجدان عمومی که از اینا تغذیه میشود، خب این محتواش ضعیفه. وجدان علمی که چیزی به اون نمیده، وجدان اخلاقی که چیزی نمیده، میانوان همین وجدان تاریخی که این هی باید به رجوع کنه به گذشته، گاهی هم غفلت میکنه. اون نسل های جدید که میان رو، خب در محیط های جدید اصلا نسل قبلی انتقال نمیده به نسل جدید. این متاسفانه از دوره پهلوی اینجوری شده، نسل بعد نسل وجدان تاریخش هم داره ضعیفتر میشه. قبلا قوی تر بود، قوی تر بوده لحاظ همون انتقال که میشد میدونه. اینه وضعیت ایران. پس یه تلاش عظیم میخواد. اونایی که این سه وجدان رو تصدی میکنن، اونا یک تلاش عظیم میخوان که این به اصطلاح بیابانی که تنها طبیعت ایران نیست که بیابان شده، وجدان های جامعه ایرانی هم داره خوشدار میشود. کاش خوشدار میشود، داره گنداب میشود. این دو گنداب رو بخوش کنن و این وجدان ها رو غنی بکنن تا ما بتونیم از یه آینده خوب برای ایران صحبت بکنیم. با این حال یه واقعیتی هست که خب این جامعه هم تحملش حدی داره دیگه. آقا میگم یه حدی داره، گاهی آدم بعضی هم میگن آقا این ایرانی مثل که خیال نداره حدی رو قبول کنه. چند روز پیش صحبت این بود که یک هواپیمایی از تهران بلند شده برود به فارس، اسدالویه. خب بلند شده نیم ساعت بالا، گفته نقص فندی داریم، برگشته. دو ساعت بعد رفتن و بعد بلند شده، باز رفته نیم، گفته نقص فندی، رفت نشد، برگشته. چهار بار این تکرار شد. دفعه پنجم بلند شده، رفته به مقصد که رسیده، گفته نقص فندی، رفت نشد. ولی چون هوا گرم بود سقوط نکرد هواپیما. قابل تصوره. بله این سمبولیک اصلا موقعیت روزه. بله واقعا این تحمل چه اندازه است. بله جانته بابا. بله وقت تو، ارزش تو، کرامت تو، منزلت تو، همه اینجا من اینجا باید مسافر میشه اینقدر بازی کرد. و این پنج بار رو تو دم نزدی که بگی آخه این چه خبره؟ خیلی این الان بیابان که کشور بیابان که شده، این نابسامانی هست که خود این آقا میگه 18 میلیون میگه ما حاشیه نشین داریم. خب این کدوم جامعه اینا رو تحمل میکرد؟ به دوره شاه هنوز طرف قیمت بلیت اتوبوس رو گران کرد و ریختن بیرون و عقب نشست. دقیقا چرا الان یه همچین موقعیت نیست؟ اینا چیزاییست که اون وجدان هایی که توضیح دادم به شما میگه که چرا فعال نیستن. یکی دو، ترس. ترس حالا خیلی، اون وقت هم بود، اون وقت ترس از این بود که
اون شاه هم مرتب این ترس رو میگفت من برام ایران میشه ایرانستان. حالا اون ترس شدیدتر شده، شده اگر این رژیم نباشد ایران میشه سوریه، ایران میشه افغانستان. حالا اینکه خب اونا ببینیم چی ایران از اونا اضافه داره واقعا. خب این کشور بیابان که شده، سالی صد و صندوق بین المللی پول میگه 150,000 درس خونده ازش میره. حالا شما فرض کنید که 50,000 بره، 100,000 هم اقراق باشه. سال 50,000 نفر که از خرجش این مردم میدن، اون صندوق محاسبه کرده 50 میلیارد دلار در سال به اصطلاح ایران به خارج میده. خب این که هست، سالی مثلا 20,000 تر هم تو تزاوات اتومبیل میبینن. حالا مواد مخدر هم چقدر مبتلا هستن بگیرید، بیکاری هم بر اونها اضافه کنید. خب این ایرانی تو حالا این با این وضعیت چجوری در خیال میکنید که بهتر وضعیت از افغانستان و عراق و سوریه؟ دقیقا تازه شما هم 8 سال تو جنگ نبودی. خیلی کسی اینا ترس داره که اون جنگ رو بلا سرش نیامده باشه، اینا تازه دارن اون بلایی که سر شما آمد سر اینا داره میاد. بله مسئله اینه، اون مردم که چون راه حل از بیرون وجود ندارد، نمونه راه حل از بیرون همین عراق است و افغانستان است و سوریه لیبی، راه حل از درونه از خود مردمه. اینه که من نه مایوسم از اون مردم، نه عرض کنم به شما از آینده ایران مایوسم، برای اینکه از خودم مایوس هستم، من ایرانی هم دیگه. پس فرض من این است که این ضعف از ماست که اون کوشش های لازم رو نمی کنیم برای اینکه اون وجدان ها رو غنی کنیم، ترس ها رو از جامعه بریزیم، در مردم یک ایمان پدید بیاد به حقوقشون و این نیروی محرکه بشه، اینا رو به حرکت برانگیزه، نه برای حرکت به هم ریختن، برای زیستن به عنوان انسان، انسان حقوقمند. این رو اینا رو باید تدارک کنیم. اگر بکنیم آینده امیدواریم خوب باشه، نکنیم یعنی رژیم به اصطلاح جاش بده به یک دولت حقوق‌مدار و مردم ایران هم تبدیل بشوند به شهروندان حقوق من. نکنیم، خب نکنیم، نکردیم دیگه، بزنش که شما تسلیم شدی. نه آینده اینه، تسلیم میخوای بشی آینده خراب و ما قصد تسلیم نداریم. در داخل کشور خب بیشتر میشه روی نسل جوان حساب کرد در آینده، چون بیش از 70% زیر 30 سال هستن میشه مقدار. در خارج از کشور که خود شما 35 سال الان خارج از کشور تشریف داریم و فعالم هستین، همیشه و همه سال من شاهد بودم، ولی موقعیت ایرانیان خارج از کشور مخصوصا اپوزیسیون هم بی اندازه ضعیف شده. هم اکنون سالگرد 25 سالگرد ترور دکتر بختیاره همین هفته، خب به نظر میاد که بعد از رفتن ایشون دوروبر اپوزیسیون خیلی تضعیف شده، خیلی ضعیفتر شده. شما اینو چگونه ارزیابی میکنید؟ یعنی اون زمان خاطرم از 25 سال 30 سال پیش همین پاریس خیلی فعالتر بود. نیتی آخر اپوزیسیون همون کلمه به شما میگه که ای بس کجاست. اپوزی یعنی کی؟ یعنی کسی که ضد اون دستگاه حاکمه. باز تعریفش از اون میگیره. این همین تو بس اون تو رابطه هست. اپوزیسیون اپوزیت یعنی در رابطه با اون قدرتی است که این اپوزه اونه. پس رابطه همونه، رابطه قواست. در رابطه قوا موندن هیچ راه حلی نداره که. هر که قوی تر باشه او برنده میشه. خب رژیم قوی تر بوده، بقیه هم اینهایی که اپوزه بودن ضعیف تر شدن. این سرنوشتی هم جز این نمیتونستم پیدا کنم. شما الان ببینید اون وقت که ما از ایران خارج شدیم یک بدیلی با خودمون بیرون آوردیم
بر سه اصل استقلال، آزادی، عدم هژمونی. حالا اون شورای ملی مقاومت شده این که الان میبینید. تقریبا هیچ. کاشیش بود. شما که همون سال اول فکر میکنم جدا شدید. من جدا نشدم، اونا من رو بیرون کردم به قول خودشون. بله خوندم. موازنه عدمی یعنی که انسان روی حق وای میسه و جدایی اون کسی میکنه که دنبال زوره، قدرته. خب اون الان شده این که دیگه شما دستگاه اطلاعاتی نمیپیدا نمیکنین که اینا به اون وصل نباشن. الان تازه سعودی ها رو پیدا کردن. این خودش علت وجودی اون رژیمه. مسئله نیروی جانشین بدیل کسیست که اون جامعه باید در وجود او ببینه یک آینده دیگری را. درست. حالا بیایم ببینیم که اینهایی که میگن اپوزه، اون مردم باید بیان بیرون، مثلا پیه ایران، افغانستان و به قول خودشون سوریه و عراق شدن به تن بمالن، که مثلا این آقای خامنه‌ای جاش بده به این اینایی که شما میگید اپوزیسیون. خود نمی کنن این کارو. به هیچ وجه. عاقلانه هم نیست که این کارو بکنن. یه بدیل لازم است که اون جامعه بگه که من میخواهم اینجور زندگی کنم. پس ما به اصطلاح بدیل میخواهیم با یک، اولا خود اون بدیل میباید الگوی حقوق مداری باشد، دو برنامه داشته باشه برای یک زندگی دیگری. این بدیل در ایران از اون زمان که شما میدید قوی تر شده، در داخل کشور، در داخل و خارج کشور. برای اینکه هر مقدار که اون طرف که میخواد هدف سیاست رو قدرت میدونه، لنین به اصطلاح طرف لنین زده بگه، اون لنین زده ضعیف شده، این طرف داری که این طرف که بدیل استقلال آزادی و روش بر میزان عدالت اجتماعی بوده قوی شده. برای اینکه جامعه در این خط و ربط داره تحول میکنه. اگر شما ملاحظه کنید میبینید که به مقداری که اون رژیم امکان میدهد این مردم بگویند چه میخواهند، خیلی راحت میگن که ما دموکراسی میخواهیم، ما حقوق انسان رو میدانیم چیست و میخواهیم، و اینکه طرز فکر دینی مردم هم تحول کرده دیگه. اینکه آقا هرچی گفت حکم شرعه، کسی الان تره خواهد خورد نمی کنه برای این. نسبت به 37 سال پیش بی اندازه کم شده. کم شده. یعنی انسان ایرانی استقلال بیشتری پیدا کرده در باور خودش. اینا تحول‌های مثبتی است که انجام گرفته. با وجود اون ضعف‌هایی که وجدان اخلاقیش داشته ها. بله. با این معناش اینه که اون بدیل یک تلاش‌هایی کرده که اون تلاش‌هاش بی ثمر نبوده. بله. هرچه بیشتر اینها رو بکنه، بیشتر بپردازه به حقوق که انسان دارد، به عرض کنم به شما، به بدیل، و اینکه اون بدیل معرفی بشه به اون جامعه. بله. نقصی که ما می‌بینید در انقلاب ایران، مردم آقای خمینی از راه هوس نمیگفت و فریب نمیگفت که ما نمیخواهیم حکومت کنیم، ما میریم قوم. باورش نبود که جامعه قبول میکنه. بله. نه، اینی که اون روز جامعه مصدقی ها از دید مردم جانشین بودن. درست. بنابراین این که ایشون آقای بازرگان کرد نخست وزیر که مصدقی بود، و این که من اولین رئیس جمهور شدم که مصدقی بودم. بعد جبهه ملی بودی. بله. این معنی شده که جامعه این رو بدیل میخواست. اونا کودتا کردن دیگه، برزد بدیلی که مردم میخواست. خب حالا این بدیل خواست مردم باید اون خط و ربط رو ادامه داد، و اون بدیل هر اندازه قوی بشود زمان تحول نزدیکتر میشه. بس باید امیدوار بود دیگه، فقط میشه امیدوار بود. نه، عملا باید کرد. امید که
حقی از حقوق انسان است و بخش ذاتی حیاته. یأس ضد حیات و ذاتی مرگ. اما امید برانگیزنده است به حرکت. کسی که امیدواره کارم میکنه. همینطور. با سپاس فراوان از وقتی که من دیدید آقای بنی‌سه. در نگاه به کوچه ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم. و ما در غربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را هنوز را.